هر پروژه با یه سوال شروع میشه. سوال این پروژه برای ما این بود که ما چجوری به مخاطبمون برسونیم که این محصولاتی که داره توی عکس میبینه محصولات اورجینالی هست که وارد ایران شده. سلام، من سفید مشک هستم و اینجا استودیو کاما است. امروز میخوام راجع به پروژه‌ای که با برند جنبا انجام دادیم صحبت کنیم. عکس‌های قرار بود گرفته بشه که مصرفشون در سایت و پیج اینستاگرام و کلاً عکس‌های کاتالوگی بود. خیلی لازم بود که مخاطبی که این عکس‌ها رو می‌بینه متوجه بشه که محصولات اصل هستن و تنها جایی که توی عینک مخاطب می‌تونه متوجه این داستان بشه بارکد یا کدی هستش که روی دسته عینک ثبت شده و ما لازم بود که توی اون جزئیات عینک این رو کاملا ثبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی از عینک یک جوری عکاسی کنیم که اون کد کاملا واضح بیفته، هر چقدر هم کوچیکه ولی واضح بیفته. یکی از نکاتی که کمک میکنه مخاطب درک درستی داشته باشه از محصولهای فروشگاهی آنلاین این هستش که حجم محصولات توی عکس ها کاملا مشخص باشه. ما این حجم محصولات رو با کنترل سایه ها نشون دادیم، یه جوری که کاملا حجم محصول به درستی با کنترل سایه‌ای که انجام دادیم نشون داده بشه. نکته بعدی بعد از اینکه تصمیم گرفته شد عکس‌ها چه جوری گرفته بشه، نور و سایه‌ها چه جوری باشه، این بود که یک یونیفرم طراحی بشه که تعداد محصولاتی که پشت سر هم قرار عکاسی بشه توی یک یونیفرم و با یک ساختار انجام بشه که در یک قالب که قرار می‌گیره روی سایت، روی اینستاگرام یا هر جای دیگه که بخوان استفاده کنن چشم نواز باشن از لحاظ ریتمی. یکی از نکات چالش برانگیزمون توی این پروژه این بود که رفله محصولات خیلی زیاد بود و محصولات کاملا براق و آینه‌ای بودن اکثرا و در مرحله عکاسی کنترل نوری خیلی دقیقی نیاز داشت. اینکه هم نشون بدیم یک محصول شفافه، هم نشون بدیم اون سمت عینک چه درجه‌ای پیدا هست موقع عکاسی و هم بتونیم رفلش رو بگیریم که محیط اطراف چیزی توش نشون نده، یکی از چالش هایی بود که ما توی این پروژه داشتیم. و نکته بعدیش بعد از اینکه همه این داستان ها رو هندل کردیم این بود که توی ادیت چجوری انجام بشه که هم بک‌گراند سفید باشه، هم سایه ها به درستی ادیت بشن و هم اینکه درجه روشنی و تیرگی یک محصول از لحاظ جنس شیشه کاملا مشخص باشه. کل این مواردی که گفتیم یه پکیج بود که ما از ابتدا لازم بود راجع به همه‌شون تصمیم گیری دقیق انجام بدیم بعد وارد پروژه بشیم. اگر که ما نمی‌دونستیم در نهایت قراره چه ادیتی روی این کار انجام بشه، اون اول ممکن بود نورپردازی اشتباهی صورت بگیره و اینها با هم همخوانی نداشته باشه و در نهایت پروژه کیفیتش رو از دست بده. اگر همچین تجربه‌ای داشتین که محصول با کیفیتی رو دیدین ولی عکسی که ازش دیدین خیلی بی‌کیفیت بوده و ارزش این محصول رو پایین آورده، با ما به اشتراک بذارین.